أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا نك اگر اونا بر شما حمله میکرد اونا شکست میخوردن خب یک جای سوال میآید که پس برای چی اونا حمله نکردن خوب بود که حمله میکردن که شکست میخوردن یا چرا که کفار اعتقاد داشتن که ما اگر جنگ کنیم پیروز میشیم چرا اونا حمله نکرد چرا خداوند به پیغمبرش دستور نداد که تو حمله کن که زود دو سال بعد مکه تسلیم شد خلاص شد کار مکه دو سال یعنی این سال ششم که رفتن سال هشتم قضیه مکه خلاص شد شکست خورد تسلیم شد یعنی چرا در این سنه شش این قضیه به پیغمبر امر نشد که حمله کنه میگه یا آیه این قسم میگه و هو الذی یکی اونا حمله نکرد یا شما حمله نکردین این کار به اراده ما شد و هو الذی کف ایدیهم عنکم دست اونها را از شما باز داشت که اونا بیاین حمله کنن و ایدیکم عنهم دستای شما را از اونا باز داشت اراده خدا برمی بود که نه شما حمله کنن نه اونا اونا هم حمله نکردن ترسیدن یک ترس به دلشان آمد شما را دستور ندادم که حمله کنین به بطن مکه در پشت مکه یعنی پشت شهر مکه هم شما را از اونا جلوگیری کردیم دست شما را از اونا گرفتیم کوتاه کردیم دست اونا را از شما کوتاه کردیم من بعد ان اسفرکم علیهم ما به شما ظفر دادیم ولی نماندیم که جنگ شو با کلی اونا نابود شو وکان الله بما تعملون بصیرا و خدا به کارهایی که شما کردین دان بینایه میدانه ظفر چطور خدا به مسلمانان ظفر داد که مسلمانان در مدینه از دست مشرکین راحت نبودن پول زیاد داشتن مسلمانان نداشتن اگر اونا هر کد 20 تا اسب داشتن اینا یک دنم داشتن شطور اونا بیشتر بود شمشیرهای اونا سپرهای اونا از اینا کم بود همیشه همه طوره انبیا و قدر وسائل ندارن فقط بر اراده های مردم بر باطن مردم بر ایمان مردم تکیه میکنن اونا مسلمان ها از دست مشرکین مکه در مدینه راحت نبودن امروز اینا رفتن به دروازه مکه رسیدن و اونا میاین پیشنهاد میکنن که 10 سال دیگه جنگ نکنیم این بزرگترین پیروزی و ظفر برای مسلمان ها این همی صلح بود که اسلام منتشر کرد به همه جا 2 سال بعد خود مکان سقوط کرد که بعد به جایش بیاید در همی تفسیر میخانیم ولی این کار نکرد یعنی من یک عرف دیگر میخوام یک عرف بالاتر بگم به ما میگن با کفار دشمن باشین به ما میگن که در قرآن که محبت کافر حرامه ولو پدرت باشه ولو برادرت باشه موزیگیری های دینی همیه محبت با کفار به هر شکلش باشه حرامه بعضی ها ادعا میکنن که بعد از شرک به خدا محبت با کفار و محرم راز خود قرار دادن کفار از بالاترین گناهانه از شراب و زنا هم بدتره ای که آدم با کفار دوستی داشته باشه اسرار خود و او بگویه و او را ولی خود قرار بده ای وظیفه ماه در دنیا خدا چی؟ خدای تونی نعوذ بالله امو عقیده احساسه که ما داریم خمداد نشته باشه یعنی این باید بفهمیم که خدا احساسات نداره خدا عواطف نداره رحمت داره رحمت خدا غیر از رحمت ماه رحمت ما دلسوزی ماه خدا نه عواطف داره نه احساس داره نه بدن فیزیکی داره نه روح انسانی ای تو خیال نکنیم که طرز تفکر خدا نعوذ بالله طرز تفکر ماه اینیه
یک بچه بین آتش میسوزه، سنت خدا میه که بور نجات ندیه، میسوزه. ما شما طاقت میکنیم؟ نه. ما عواطف داریم، احساسات داریم، ولو پسر دشمنم باشه نگیم این بچه کوچیکه، زود او را از آتش دور میکنیم. اما خدا میبینه، علم داره کمینه که غرق میشن، امینه که میسوزن، خداوند اونا را جلوگیری نمیکنه. این سنت الهیه. و ما میگه بجنگید با کفار، محبت نکنن. اما این کفار کی رزق میده؟ کی حیات داد اینا را؟ کی اینا را بزرگ کرد؟ کی به اینا سلامتی میده؟ کی به اینا پول میده؟ بگویم که شیطان، نعوذ بالله، مشرک باشیم، به دو خدا قائل شیم، لا حول ولا قوه الا بالله، اونم خدا به کفارم میده. ای کریمی که از خزانه غیب گبر و ترسا وظیفه خور داری. ترسا نصرانی ها گبر مجوس، گبر و ترسا وظیفه خور داری. دوستان را کجا کنی محروم تو که با دشمنان نظر داری. در زندگانی دنیا به رحمت رحمانی خدا شامل حال مسلمانان میشه، شامل حال کفارم میشن. به اونام خدا رزق میده، اونارم خدا حفظ میکنه، مارم حفظ میکنه. خدا اگر نمیخواست اونار خلق نمیکرد، یا اگر کافر شده بودن بعد از بلوغ با یک لحظه مرا نابود میکرد. نه، این اراده تکوینی خدا، سنت خدا بر امیه که در این دنیا رحمت رحمانیش، نمیگیم بسم الله الرحمن الرحیم، دو صفت رحمت میگیم، صفت رحمت خدا شامل حال امیه. خدا به کفارم رزق میده، سلامتی میده، خوشحالی میده، نعمت میده، به مسلمانان میده. او در از نظر رحمت رحمانی فرق نمیکنه بین مسلمان و بین کافر، تابع اسبابشیه. کافر زحمت نکشه به یک جای میرسه، مسلمان تنبلی میکنه نمیرسه. خدا هیچ وقت مسلمان فوق العاده که چون تو به من ایمان داری فوق العاده ما تو را تقویه میکنه، نه، نگبر تو هم زحمت بکش. این دنیا داری اسباب اونا فراهم میکنن، کفار زحمت میکشن ترقی میکنن، ما اسباب فراهم نمیکنیم، شکست میخوریم. در رحمت رحمانیه، در تکوین، در وجود هیچ فرقی بین مسلمان و کافر نیه، اما تحت قوانین فیزیکی و سنتهای دائمی خدا است، فرق نمیکنه. لذا در این آیه چی میگه؟ میگه دست شما را، یعنی بلا تشبیه، مثل که خدا به طرف در این جنگ، میگه دست شما را از اونا کوتاه کردیم و دست شما را، دست اونا را من شما کوتاه کردم، نماندم که جنگ شو. اونا مخلوق خدای، ما مخلوق خدای. در عالم تشریع و قانون گذاری خدا مخالف اونها هست. نگیم دین ما بیاین، با اونا میگه، با ما میگه، با ما میگه بیاین به این دین داخل شد، تا که خوشبختی در قیامت برسه به شما، بهش برین، دوزخ نرین. حالا یک گده قبول میکنه، یک گده قبول نمیکنه. او وقت پای رحمت رحیمیه میایه، بسم الله الرحمن الرحیم، 113 جا، بلکه 114 جا. اگر سوره براعت بسم الله نداره، او سوره که سلیمان علیه السلام، در او سوره که سلیمان میگه که نامی بسم الله الرحمن الرحیم میری، شاید در قرآن مال حساب نکردم از 100 جا بیشتر خدا خود به رحمان و به رحیم وصف کرده، که امدهش در امی بسم الله هایی که در جز ار سوره، آیه اول ار سوره بسم الله الرحمن الرحیم و خواندنشم در نماز واجبه، بسم الله الرحمن الرحیم. رحمت رحیمی فرق میکنه، خدا به مسلمان توفیق میده، خدا به مسلمان متدین توفیق بیشتر میده، هر کس که اطاعت بیشتر کنه خدا به او توفیق بیشتر میده، دل زور به سوی خود جذب میکنه، فکر شر به سوی خود میبره، به او خوشبختی میده، بعد در قیامت او را به بالاترین نعمت ها در بهشت میبره. کفار هرچی که کفر دارن، فسق میکنن، توفیقاتشان کمتر میشه، باطنشان سیاتر میشه،
و روز قیامت بدون اینکه یک ذره در حقمون آرام شوه یا شفاعت شوه همه به دوزخ میرن. او مسئله قیامت و دوزخ و بهشت و رحمت رحمانیه بین مسلمان هم فرق میکنه. هر کس تقویش بیشتره خدا به او بیشتر رحم میکنه، خدا بیشتر او را هدایت میکنه، با او بیشتر میرسه، حرفش گوش میکنه، دعایش قبول میکنه. از کفار نه، از فساق نه. این برحمت رحیمیه فرق میکنه بین کفار و مسلمان، بین مسلمان و مؤمنین، بین مؤمنین و مؤمنین درجات دارن هر کدامشان. اما برحمت رحمانیه نه، او طبق اسباب طبیعی همی که هر کس زحمت کشید. وان لیس للانسان الا ما سعى، هر کس به اندازه تلاش خود، زحمت خود، تدبیر خود پیش میره، این همی کارش. لذا در رحمت رحمانیه بین مسلمان و بین کافر فرق نیه. اونم مخلوق خداه، اینم مخلوق خداه. او اگر دوزخ میره به دست خود میره. خدا گفته که نرو به او را، به او را نرو، بیا به ای را بیا. او خودش خود به دوزخ میبره. ولی در دنیا خدا به او رزق میده، روزی را به او میده. ای کریمی که از خزانه غیب گبر و ترسا وظیفه خورداری، خداوند بر همه رحمت رحمانیش است. و رحمتی در قرآن، و رحمتی وسعت کل شی، رحمت ما همه چیز شامل میشه. رحمت خدا به انسان نرسه یک دقیقه، یک ثانیه ما آدم زنده نمیمانه، از بین میره. و هو الذی، و او بود، خدا بود که دست اونها را از شما کوتاه کرد، و دست شما را از اونها کوتاه کرد در پشت شهر مکه. حدیبیه پشت شهر مکه بود. من بعد ان اسفرکم علیهم، تا اونجا شما را رسان، اونا مجبور شدن، ترسیدن، ترس به دلشان انداختن، ولی نماندم که شما برین اونا را بکشن. ترس شما را به دل اونا انداختن و اونا آمدن 10 سال پیمان امضا کردن که جنگ نباشه. و او کارهایی که شما میکنین خدا هم به اونا بینایه، میدانه که چی کار میکنه. بله، یعنی کارایم شد. یک دفعه 40 نفر مشرکین فرستادن در حدیبیه، در بعض تواریخ داره که 40 نفر فرستادن که برن ناگهانی ضربه بزنین، شمشیر و نیزه و دیگه و یک ادره بکشن. اینا هم آمدن، مخفیانه آمدن، ولی مسلمان ها بیدار بودن و خداوند به مسلمان ها توفیق داد، خونسا کردن، توتیش خونسا کردن. خب اینه میه که خداوند دست کفار از مسلمان ها کوتا میکنن دیگه. اینا را آوردن، 40 نفر هم گرفتن پیش پیغمبر آوردن. پیغمبر نخواست که اینا را بکشه یا اسیر کنه، مسئلیت ندید، گفت نکنه، بخشید. پیغمبر خیلی رحیم بود، خیلی رحمت داشت، گفت لکنه بگذارین که پس برو. اونا رو رها کردن. اینا خیلی تاثیر کرد با کفار، فهمیدن که مسلمان ها خیلی بزرگواری دارن. 2 سال بعد ادی زیادشان مسلمان شد وقتی که مکه فتح شد. والحمدلله رب